اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. صبح خیر شنوندگان عزیز، سلام بر شما. حوالی ساعت 2 صبح به وقت تهران خبر آمد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی 10 موشک به نقاطی در عراق شلیک کرده. دست کم 2 پایگاه نظامی آمریکایی ها در خاک عراق هدف موشک های سپاه بوده. وزارت دفاع آمریکا گفته مشغول بررسی خسارات است. پرزیدنت ترامپ هم گفته صبر می کند تا نتیجه این ارزیابی بیرون آید. به دلیل اهمیت رخدادها برنامه چشم انداز بامدادی را از ساعت 5 بامداد به وقت تهران آغاز کردیم و همچنان ادامه خواهیم داد برای بررسی آخرین تحولات و جزئیاتش، تحولاتی که میتواند آغازی باشد بر فصل دیگری از رابطه ایران آمریکا که 40 سال خصومتشان کار را به اینجا کشنده. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو درباره این سیر سریع تحولات با ما در میون بگذارید. با ما همراه باشید چمنگان عزیز، اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفته است که پایگاه نظامی عین الاسد در استان انبار عراق و پایگاهی ظاهرا در اربیل که محل استقرار نیروهای آمریکایی است را موشک باران کرده است. یکی از مقام های وزارت دفاع آمریکا گفته که تقریبا ساعت 5:30 عصر به وقت شرق آمریکا در روز 7 ژانویه ایران بیش از 10 موشک بالستیک علیه نیروهای ارتش آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق شلیک کرده. روشن است که این موشک ها از ایران شلیک شده و حداقل 2 پایگاه نظامی عراق که میزبان ارتش آمریکا و خدمه ائتلاف در عین الاسد است را هدف قرار داده است. پنتاگون گفته برای ارزیابی خسارات تلاش میکند. اجازه بدید جزئیات این حمله رو بشنوید در گزارشی از همکارم داریوش رجبیان. سخت وعده‌ای که جمهوری اسلامی ایران در تقاص مرگ قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران داده بود. این موشک‌ها که به سمت پایگاه نظامی عین الاسد عراق شلیک شده ظاهراً سرآغاز آن انتقام سخت است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأیید کرده که پایگاه نظامی عین الاسد در استان انبار عراق را که محل استقرار نیروهای آمریکایی است موشک باران کرده است. خبرهای همحاکی از تنین صدای انفجار در اربیل مرکز استان کردستان عراق است. سپاه پاسداران در بیانیه نوشته زمان تحقق وعده صادق فرا رسید. شلیک این موشک ها همان بود و واکنش کاخ سفید همان. استفانی گریشام سخنگوی کاخ سفید در واکنش گفت که از گزارش‌های حملات به مراکز آمریکا در عراق آگاهند و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان قرار گرفته و از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و در حال مشورت با تیم امنیت ملی است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پاسخ به پرسش بی بی سی گفت از این گزارش‌ها آگاه است اما حاضر به اظهار نظر درباره آنها نیست. 5 روز پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا به کاروان او در فرودگاه بغداد کشته شد. در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که 52 نقطه در ایران را زیر هدف نیروهای خود قرار داده و اگر ایران به یک شهروند یا هدفی آمریکایی حمله کند تقاصش را پس خواهد داد. گزارش همکارم داریوش رجبیان رو شنیدید. شنوندگان عزیز اجازه بدید که مروری بکنیم به خبرها تا این لحظه با همکارم کامبیز فتایی که از واشنگتن با ماست. کامبیز، از آخرین جزئیات آنچه که رخ داده برای ما بگو، به ویژه واکنش ایالات متحده آمریکا. خب میشه گفت که در واشنگتن نفس ها در سینه ها حبس شد یکی دو ساعتی وقتی که خبر حمله موشکی به نیروهای آمریکایی در عراق منتشر شد. جلسه اضطراری در شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید توسط آقای ترامپ و وزرای ارشد او برگزار شد و بعد از او هم دیدیم که مایک پومپئو و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و وزیر خارجه آمریکا ترک کردند و خبری اعلام نشد تا اینکه آقای ترامپ در توییتی نظرش رو اعلام کرد، گفت که اوضاع مطلوب، فعلا اوضاع خوبه و در حال بررسی خسارت ها هستند و به حال تا این لحظه گزارشی مبنی بر اینکه آمریکا تلفاتی در این حمله داده باشه منتشر نشده و به هر حال شبکه خبری سی ان ان آمریکا داره 2 مسئله مهم رو گزارش میکنه، البته به نقل از منابع خودش، اینکه هشدار قبلی داده شده بود به نیروهای آمریکایی که یک چنین حمله میخواد صورت بگیره و اینها در پناهگاه‌های در نقاط امنی مستقر شده بودند
و در معرض خطر نبودند و دیگر اینکه نیروهای آمریکایی به هر حال علی رغم این حملات و این گزارش هایی که بهشون رسیده بود در حالت آماده باشه کامل هستند. به هر حال در کل هرچند نگرانی های ایجاد شد و انتظارات ایجاد شده بود که شاید آمریکا بخواد دست به این کار دست به تلافی بزنه به این حمله ایران، به هر حال آقای ترامپ با توییتش فعلا میشه گفت خیال خیلی ها رو راحت کرده. قراره که امروز در کاخ سفید بیانیه ای صادر بکنه و به هر حال وزرای امور خارجه و دفاع خودش و رئیس سازمان سیا رو داره به کنگره میفرسته که به رهبران کنگره از حزب دموکرات و جمهوری خواهان در مورد بحران جاری گزارشی بده که به شدت خواهان دریافت این هستن. سپاسگزارم کامبیز فتایی، خبرنگار ما از واشنگتن که از نخستین ساعات اعلام این خبر با ما زنده بوده. سپاسگزارم از تو علاوه بر رو همکاران دیگر ما هم اینجا در سرویس جهانی بی بی سی هستن، لحظه به لحظه خبرها رو از منابع مختلف و مستقل دنبال میکنن. همینطور با خبرنگاران بی بی سی در منطقه هم در تماس هستیم برای آخرین جزئیات. بی بی سی تنها رسانه است که با امکاناتی که در دسترس داره میتونه شما رو در جریان جزئیات اتفاقی که افتاده قرار بده. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره عواقب پاسخ احتمالی آمریکا به حمله موشکی سپاه هشدار داده. او گفته این عملیات تنها بیانگر گوشه‌ای از توانمندی‌های نیروی مسلح جمهوری اسلامی است به گفته او، و از این پس هر گونه به گفته این نیروی نظامی ایران هر گونه شرارت جدید آمریکا با پاسخی قوی‌تر، کوبنده‌تر و با وسعت بیشتر مواجه خواهد شد. در این بیانیه آمده اینک وقت آن رسیده تا سردمداران آمریکا با درک توانمندی جمهوری اسلامی در گستره وسیع از جغرافیای جهان روشی اصولی را به گفته این بیانیه اتخاذ کرده و هرچه سریعتر نیروهای ارتش خود را از منطقه خارج کنند. همینطور یک منبع کرد گفته که دست کم دو موشک ایران که به منطقه اقلیم کردستان عراق شلیک شده بوده عمل نکرده. همینطور رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران بعد از خاکسپاری قاسم سلیمانی در کرمان گفته که حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق در ساعت 1:20 بامداد و در همان ساعتی انجام شده که قاسم سلیمانی در حمله آمریکا در عراق کشته شده. آقای شریف گفته آمریکایی‌ها دست پاچه جلسه اضطراری تشکیل دادن، اول اعلام کردند ترامپ سخنرانی می‌کند و لحظات بعد گفتند سخنرانی لغو شده و قطعا پیام را دریافت کردند. همینطور علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در توییتی از عملیات موفق سپاه تشکر و حمایت کرده است. همینطور لحظاتی قبل خبرگزاری صدا و سیما از بسته شدن حساب توییتری شبکه عربی صدا و سیما العالم و شبکه اسپانیایی این دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هیسپان تیوی خبر داده. صدا و سیما بسته شدن این حساب‌ها را اقدامی خصمانه و نشان از ترس استکبار جهانی در انتشار گسترده اخبار مستقل و قابل اعتماد توصیف کرده. از همینطور واکنش وزارت خارجه بریتانیا را هم داشتیم. یک ساعت پیش بود که یک مقام وزارت خارجه گفته که همه جزئیات این خبر و واقعه را از نزدیک دنبال می‌کنند و اولویت بریتانیا امنیت نیروهای این کشور هستش. اما اجازه بدید که بریم سراغ این گزارش. این موشکباران واکنش ایران بوده به کشته شدن قاسم سلیمانی. روز سه‌شنبه مقام‌های مختلف آمریکایی برای توضیح درباره ابعاد مختلف عملیات قتل هدفمند قاسم سلیمانی در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شدند، در حالی که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی ان ان گفته کشورش به دنبال جنگ در خاورمیانه نیست و خواهان کاهش تنش‌ها با ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تهدید اخیرش علیه مراکز فرهنگی ایران عقب نشینی کرده. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از کشتن سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران دفاع کرد و گفت او در حال طراحی حمله بزرگ بوده. بر اساس قوانین مختلف ما باید در قبال میراث فرهنگی اونها خیلی مراقب باشیم. اگر قانون اینطور میگه منم ازش تبعیت میکنم. اما فکرش رو بکنید، اونها مردم ما رو میکشن، منفجرشون میکنن و اون وقت ما باید در قبال مراکز فرهنگیشون درست رفتار کنیم. خیلی خوب، قبول میکنم. من این رو بگم، اگر ایران کاری که نباید بکنه تبعاتش رو خواهد دید. عقب نشینی روشنی از سوی رئیس جمهوری که ظرف دو روز لحن صحبتش را تغییر داده است. آقای ترامپ در این حال برخلاف حرفهای وزیر خارجه خود که گفته بود آقای سلیمانی به دلیل آنچه قبلا انجام داده
کشته نشده، گفت حمله بر اساس آنچه ایران در گذشته انجام داده صورت گرفته است. وزیر دفاع آمریکا نیز به شبکه خبری CNN گفت شواهد در این زمینه بسیار محکم بوده. او آقای سلیمانی را فرمانده سازمانی تروریستی خواند که به دیدار فرمانده یک سازمان به زعم او تروریستی دیگر در بغداد رفته بود تا با هم حملاتی را علیه نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌ها و اماکن آمریکا هماهنگ کنند. آقای اسپر گفت آمریکا این عده را در میانه این برنامه ریزی از میدان نبرد حذف کرده است. آقای اسپر در یک کنفرانس خبری جداگانه نیز گفت دولتش به دنبال راه حل دیپلماتیک است. برای اجتناب از جنگ نیاز هست که ایران تنش‌ها را کاهش بده، به پای میز مذاکره بیاد و از خونریزی جلوگیری کنه. ایران باید از فعالیت‌های شرارانه خودش در منطقه دست برداره. همونطور که گفتم ما آماده هستیم برای اینکه با ایران صحبت و گفتگو کنیم، اما همچنین آماده برخورد قهرآمیز هستیم برای دفاع از منافعمون در منطقه. مقام عالی رتبه دیگری که روز سه‌شنبه یک بار دیگر در میانه انتقادها و نگرانی‌ها از تبعات حمله مرگبار آمریکا به کاروان فرمانده سپاه قدس ایران در برابر دوربین‌ها حاضر شد، وزیر امور خارجه این کشور بود. مایک پومپیو در تلاش برای پاسخ به بخش دیگری از انتقادها دولت عراق را به دروغگویی متهم کرد و گفت هدف آقای سلیمانی از سفر به عراق انجام مأموریت دیپلماتیک نبوده. روز یکشنبه عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق در جلسه فوق‌العاده مجلس این کشور برای بررسی حضور نیروهای آمریکایی گفته بود صبح روزی که قاسم سلیمانی کشته شد با این مقام عراقی قرار ملاقات داشته است. به گفته آقای عبدالمهدی قرار بوده در این دیدار آقای سلیمانی واکنش ایران به پیام عربستان را به نخست وزیر عراق بدهد. آقای پومپیو گفت عربستان سعودی به او گفته چنین پیامی در کار نبوده. همزمان قطعنامه‌ای در سنای آمریکا در انتظار رأی‌گیری است که هدف آن خروج آن دسته از نیروهای نظامی آمریکا از منطقه است که به منظور مقابله با تهدید ایران اعزام شدند. با این همه انتظار نمی‌رود این قطعنامه زودتر از یک هفته دیگر به رأی گذاشته شود. مهنوش پوزیه گزارش میداد. اجازه بدید برای چند لحظه دور بشیم از خبرهای مرتبط با حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکایی در خاک عراق و خبر فوری دیگه‌ای که منتشر شده رو با هم مرور بکنیم. جزئیات تازه‌ای آمده بیرون. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه ایران گفته علت سقوط هواپیمای اوکراینی آتش سوزی در موتور و نقص فنی بوده. قاسم بی‌نیاز شایعات درباره اصابت موشک به این هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هواپیمایی اوکراین رو رد کرده. این هواپیما 167 مسافر و 9 خدمه داشته که به گفته مقامات ایرانی همگی در این حادثه کشته شدن. ویدیوی آمده از لحظه سقوط این هواپیما، با هم تماشاش بکنیم. هواپیما آتیش گرفته. شهریار فردوسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن. آنچه که میبینید هواپیمای خطوط هواپیمایی شرکت اوکراین هست که از یکی از ارزان قیمت‌ترین شرکت‌های هواپیمای اروپایی است و جز معدود شرکت‌های اروپایی هست که هنوز به ایران سفر می‌کنه. این رو به شما بگم که ما در پایان تعطیلات سال نو میلادی هستیم و بسیاری با استفاده از این هواپیما به ایران سفر کرده بودند و حالا داشتند برمیگردند از طریق کیف. مقصد این هواپیما به مقاصد دیگر در اروپا و سایر نقاط جهان، تصاویری که میبینید متعلق است به سقوط هواپیمای شرکت هواپیمای اوکراین، هواپیمای مسافری برای بوئینگ 737 بوده که با 167 مسافر و 9 خدمه سقوط کرده. صبح امروز باید به شما بگم که وقتی داشتیم برنامه رو اجرا می‌کردیم و این خبر هنوز نیامده بود، تعداد بسیار زیادی پیام ما گرفتیم از شهر پرند در نزدیکی ایران که می‌گفتن صدای مهیب انفجار شنیدن و اون موقع صحبت از حمله موشکی هم بود که این دو خبر با هم یکی شده بود و کمی
گنگ بود که حالا مشخص شده آن صدای مهیب چه بوده. سقوط یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط اوکراین با 167 مسافر و 9 خدمه در نزدیکی شهر پرند و شهریار. این هواپیما بعد از بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی تهران به سمت کیف پرواز می‌کرده. اجازه بدید که مانند برنامه‌های بامدادی هر روز صبح بریم سراغ فرشته قاضی و مرور مطبوعات امروز صبح تهران که البته خالی است از خبر شلیک موشک توسط سپاه به عراق، اما مملو است از واکنش‌ها به مراسم تدفین قاسم سلیمانی در کرمان. بررسی روزنامه‌های امروز تهران را شروع می‌کنیم با چرا ترامپ تهدید تمدنی می‌کند از جوان، دریافتن وقت و دوریافتن از ایران و بازار نفت بعد از شوک ترور سردار از شرق. شروع بکنیم مرور روزنامه‌ها رو با روزنامه جوان، چرا ترامپ تهدید تمدنی می‌کند. روزنامه‌های امروز هم باز متأثر از مراسم تشییع قاسم سلیمانی بود. جان باختن بیش از 50 نفر در مراسم تشییع او در کرمان چندان بازتابی تو روزنامه‌ها نداشته، فقط به صورت خبری بهش اشاره شده. ایران برای همین موضوع تیتر سوگ مضاعف رو انتخاب کرده، شرق هم از سهم تدبیر در تجمعات بزرگ نوشته. در روزنامه جوان ما عبدالله ینجی معتقد هستش که تهدید فرهنگ و تمدن ایران نشانه تجزیه ایران رو لو میده که باید همه ایرانیان نسبت به اون حساس باشن. مدیر مسئول روزنامه جوان در سرمقاله این روزنامه نوشته که روحیه تجاری ترامپ به او یادآور میشه به اعتقاد آقای گنجی که حمله به مراکز فرهنگی مانع از به هم ریختگی بازارهای انرژی جهان میشه. بریم سراغ روزنامه ایران، دریافتن وقت و دریافتن. روزنامه ایران هم به همین موضوع پرداخته. محمد بهشتی یادداشت روزنامه دولت ایران رو نوشته، معتقده که اهداف فرهنگی ارزش نظامی نداره. یعنی اگه کشوری حمله کنه و مثلا موشکی در تخت جمشید بیفته و تخت جمشید تخریب بشه، بنیه نظامی ایران تهدید نمیشه. از سوی دیگه برای اون کسی که حمله کرده هم پیروزی نظامی به حساب نمیاد. هدف قرار دادن امور فرهنگی به اعتقاد نویسنده روزنامه دولتی ایران در واقع نشانه گرفتن کیستی جامعه هست. آثار تاریخی و فرهنگی شهادت به کیستی جامعه میدن و کیستی هر جامعه بزرگترین سرمایه اوست. پس وقتی کسی میگه میخوام آثار فرهنگی رو هدف قرار بدم، معنیش اینه که دشمن اصلی خود رو کیستی اون جامعه تشخیص داده. و بریم سراغ روزنامه شرق، بازار نفت بعد از شوک ترور سردار. علیرضا سلطانی در روزنامه شرق افزایش قیمت نفت، اون هم یک باره و شوک‌آور به اعتقاد خودش، رو نشون از افزایش نگرانی‌ها نسبت به امنیت تولید و تجارت نفت دونسته. من نوشته که این نگرانی هم برای کشورهای مصرف کننده و هم کشورهای تولید کننده نفت مصداق داره. هیچ کشور تولید کننده نفت در خاورمیانه و خلیج فارس قطعاً از افزایش قیمت نفت رضایت نداره، چرا که اون چه برای این کشورها اهمیت داره در درجه اول امنیت انتقال نفت از منطقه است. اما آن چیزی که ریسک فعالیت در بازار نفت رو افزایش داده و به طور قطع برای مدت‌ها بازار نفت رو تحت تأثیر مستقیم قرار خواهد داد، نگرانی از پاسخ به حق ایران در انتقام از اقدام تروریستی آمریکا خواهد بود. منظور آقای سلطانی کشته شدن قاسم سلیمانی. دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت. شنوندگان و بینندگان عزیز به پوشش ویژه خبری بخش فارسی بی بی سی تماشا میکنید و توجه که به دلیل حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک عراق این برنامه رو پخش می‌کنیم. با آخرین تحلیل‌ها و آخرین جزئیات، روز گذشته قرار بود که قاسم سلیمانی در کرمان زادگاهش تدفین شود، اما به دلیل ازدحام جمعیت این اتفاق نیفتاد. تا امروز صبح رئیس سازمان اورژانس ایران از کشته شدن 56 نفر در اثر ازدحام در مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر کرمان خبر داده. همکارم فرین آسمی در مورد تاثیر کشته شدن این افراد بر مراسم دیروز میگوید.
خب به هر حال کشته شدن این تعداد از مردم تاثیر زیادی گذاشت روی مراسم خاکسپاری آقای سلیمانی و این مراسم رو تحت تاثیر قرار داد، تحت شعاع قرار داد. مراسم متوقف شد برای ساعاتی، از مردم خواستن که اون خیابون ها رو ترک بکنن و مراسم رو متوقف کردن. به هر حال این یک فاجعه بود که نشونه بی تدبیری برگزار کنندگان مراسم بود. فراموش نکنیم که از نظر مقام های جمهوری اسلامی مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه یک نمایش قدرتی بود در مقابل آمریکا و کشورهای دیگر. خب به هر حال اونها به غیر از اینکه در عراق آقای سلیمانی رو تابوتش رو گردوندن، در بغداد، نجف و کربلا، در اهواز، مشهد، تهران، قم و دیروز هم در کرمان تابوتش رو بردن و مراسم برگزار کردن. از مردم بسیار دعوت می‌کردن که شرکت بکنین، مراسم رو با شکوه برگزار بکنین. همه این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که این برنامه ریزی تا حدی تحت تاثیر قرار بگیره، متوقف بشه و خب نتونستن که این تعداد از جمعیت رو مدیریت بکنن و برنامه رو به صورت درست انجام بدن. اتفاقی که افتاد این بود که جمعیت زیادی در کرمان جمع شده بودن، از میدان آزادی می‌خواستن برن به خیابون بهشتی. خیابون بهشتی خیابون خیلی عریضی نیست و تصاویری که ما دیدیم مخاطبان بی بی سی فارسی برامون فرستاده بودن نشون میداد که بلوک‌های سیمانی هم در این خیابون بوده، یعنی مردم در حالی که می‌خواستن حرکت بکنن به سمت خیابون، به سمت خیابون بهشتی برن، بلوک‌های سیمانی مانع از حرکت راحتشون می‌شد. این باعث شده بود که فشار جمعیت زیاد بشه، ازدحام زیاد بشه. ماشینی که تابوت آقای سلیمانی را می‌برد به هر حال در اون خیابون بود و باعث شد که باز هم جمعیت کمتر جا داشته باشن برای حرکت. همه اینا باعث شد که مردم به سمت خیابون‌های فرعی برن. دو تا خیابون فرعی اونجا بود که اونها هم خیابون‌های باریکی هستن، جمعیت پر بود، بسته شده بود، یک طرفه بود و راه برگشتی وجود نداشت. به خاطر همین مردمی که وارد این خیابون‌های فرعی شده بودن دیگه نتونستن برگردن. خیلی‌هاشون زیر دست و پا له شدن، خیلی‌ها کمک کردن که بقیه بتونن بلندشون کردن، ولی خب متأسفانه خیلی‌ها نتونستن از جاشون بلند شن. بعد که آمبولانس‌ها اومدن باعث شد که به هر حال فشار جمعیت بیشتر بشه، حتی برای مردم کمتر بشه و بعضیشون بین آمبولانس و دیوار مونده بودن. خب این خیلی باعث شد که تعداد مصدومان بالا بره، تعداد کشته‌ها زیاد باشه و هنوز هم همچنان مصدومان بعضیشون در شرایط خوبی نیستن. به همه اینها نشون دهنده بی تدبیری مقام‌های برگزار کننده است و اینکه نتونستن برنامه ریزی بکنن و راحت مردم رو کنترل بکنن در خیابون‌ها. فرین، دیروز مجلس روز بسیار پرکاری رو پشت سر گذاشت، بسیار شلوغ بود، طرحی هم تصویب کردن. مجلس طرح سفارتی برای تروریستی دونستن وزارت دفاع آمریکا رو به عنوان انتقام سخت تصویب کرد. شورای نگهبان هم فقها و حقوقدانانش به مجلس رفته بودن و اون رو تصویب کردن. میدونیم که وقتی که طرح یا لایحه فوریتی در دستور مجلس باشه، فقها و حقوقدانای شورای نگهبان هم در اونجا حاضر میشن تا اون رو سریعتر تصویب بکنن. قبلا در اردیبهشت ماه زمانی که آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست تروریستی قرار داده بود، مجلس یک طرحی برای مقابله به مثل تصویب کرد و مرکز فرماندهی آمریکا یا سنتکام رو به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد. دیروز مجلس پنتاگون رو هم به این فهرست اضافه کرد، وزارت دفاع آمریکا رو، و به گفته مجلس، به گفته نمایندگان، افرادی که آمران کشته شدن قاسم سلیمانی بودن رو هم به اون اضافه کرد. از طرف دیگه 288 رأی موافق دادن، 0 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع با اکثریت آرا تصویب شد این مسئله. از طرف دیگه برای دو ماه آخر سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی اختصاص دادن برای حمایت از نیروی قدس سپاه. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت به خاطر اینکه قاسم سلیمانی کشته شده، ما برای حمایت از نیروی قدس سپاه این مبلغ رو در اختیار این نیرو قرار میدیم. گفتگو میکردم با فرینه آسمی. گریه های آیت الله خامنه ای در مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بازتاب زیادی داشته. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته بارها از مجالس عزاداری و گریه های احساسی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و یا سازماندهی نیروهای نزدیک به خود استفاده کرده. فرنوش امیرشاهی در گزارش خود نگاهی کرده به گریه های سیاسی و اهداف آن پس از انقلاب در ایران. اشک‌های آیت الله خامنه‌ای بر پیکر فرمانده محبوب نظام قاسم سلیمانی.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. خیلی عزیز هستی. تصویر عزاداری مقامات ارشد لشکری و کشوری بارها از تلویزیون و سایر رسانه‌ها نمایش داده شده. نشانی از شوکی بزرگ در از دست دادن فرمانده‌ای کلیدی. برگزاری مراسم عزاداری حکومتی فرصتی برای نمایش یک همبستگی ملی ایجاد کرده و شاید فرصتی برای سرپوش گذاشتن بر نارضایتی‌ها. تاییدی که هسته مرکزی قدرت بعد از سرکوب گسترده اعتراض‌های آبان به آن احتیاج داشت. در 40 سال گذشته بارها از مجالس عزاداری و گریه‌های احساسی برای سازماندهی نیروهای نزدیک به حاکمیت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده شده. سخنرانی آیت الله خمینی سال 59. ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده. همان الگویی که در زمان جنگ نیابتی ایران در سوریه برای فرستادن نیروهای معروف به مدافعان حرم استفاده شد. با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافله از کرب و بلا. آیت الله خامنه ای بیش از آیت الله خمینی از هیئت‌های مذهبی حمایت کرد. که سر به نی داد و زیر بار ستم نرفت سرش تکیه بر نیزه قریبی داد. رهبر جمهوری اسلامی خود در دوب زنگاه تاریخی با اشکهایش توانست نیروهای مصوم به حزب اللهی و انقلابی را علیه منتقدانش ساماندهی کند. اولین بار بعد از حوادث کوی دانشگاه. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. او در اتفاقات پس از انتخابات سال 88 هم اشک ریزان سخن گفت. من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. نفوذ گریه های سیاسی در دوران انتخابات هم کاربرد زیادی داشته. بعضی به دل نشسته و برای کاندیداها رأی خریده، بعضی هم به تناسب شخصیت و سابقه فردی که اشکهایش مقابل دوربین‌ها جاری شده تأثیر برعکس گذاشته. محمد خاتمی سال 80 با اصرار هوادارانش تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گرفت. با اینکه خاتمی در آن سال رأی بالایی به دست آورد، اما گریه های غلام حسین کرباسچی چهره شاخص حزب کارگزاران نتوانست ورق را به نفع مهدی کروبی برگرداند. سندیده ای نیست. شما در مقام ریاست جمهوری مصمم هستید که از هر ابزاری حتی آبروتون برای این کار از دیگر گریه های تاریخ 40 ساله انقلاب، اشکهای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و در واکنش به نطق دختر جوانی درباره ناامیدی از رأی دادن بود. از اون ور که پدر و مادر من و خانواده من چه احساسی تو این شرایط بهشون وارد شده. همه با چشم بی‌اعتمادی میخوان به من نگاه کنن. حتی وقتی به خونه میرسم باید جواب همه اون بی‌اعتمادی ها رو بدم. همه بقیه حزب دارن، گروه دارن، ثروت دارن، پشتوانه های رسانه‌ای دارن. فکر کردن ما
حافظه رو نداریم. اشکای محمود احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور ایران از جنس دیگری. او برای رفقای سیاسیش در یک سخنرانی گریه کرد. به حرمت امام زمان، به قدر و منزلت امام زمان، به قصه های امام زمان. و اشتراک تمام گریه ها و عزاداری های مقامات در سالهای گذشته بهره بردن از احساسات مذهبی و فرهنگی جامعه برای رسیدن به یک هدف سیاسی و ایدئولوژیک بوده. سخنرانی دیگری از آیت الله خمینی. قدرت 2500 ساله را از بین بردیم. این ایدئولوژی و گریه های سیاسی معلوم نیست که بتواند شکاف عمیق حکومت و مردم را پر کند. همکارم فرنوش امیرشاهی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز یادتون باشه که میتونید با ما تماس بگیرید، اظهار نظر بکنید در مورد آنچه که در این برنامه شنیدید و خواهید شنید، همینطور در مورد آنچه که در ایران اتفاق افتاده. از شما دعوت می‌کنم که اظهار نظر بفرمایید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام، میتونید به ما ایمیل هم بزنید، بامدادی@bbc.co.uk آدرس